عناوین اصلی انفجار و تیراندازی در اطراف تهران لشکرکشی و حمله نیروی انتظامی و یگانه ویژه به مردم و با افزایش تنش میان ایران و جمهوری آذربایجان ایران با کورا بازپس میگیریم درود بر شما همراهان کانال ایران خوشحال میشویم تا پایان این خبر ما را همراهی کنید در صورت تمایل کانال را سابسکرایب کنید و با زدن زنگوله در خبرنامه ما مشترک شوید با سپاس از همراهی شما 13 همه مهر 1400 صدای انفجار و تیراندازی در اطراف تهران ساعتی قبل در اطراف شهر دماوند صدای تیراندازی و دو انفجار به گوش رسیده است خبرها ساعتی پیش مبنی بر صدای دو انفجار رسانه‌ای شد که با بررسی مشخص شد در این نقطه تأسیسات هسته‌ای کوسر یا مدن شرق وجود دارد. هنوز اطمینان کامل نداریم اما موقعیت نشان می‌دهد تأسیسات کوسر مورد هدف بوده است. صدای تیراندازی میاد انفجار بود یا اول هست <تصفيق> <تصفيق> معلوم نیست صداهای چی میاد که دو سه بار اینجوری صدای انفجار اومد و تیراندازی تا این لحظه منو به رسمی توضیحی درباره یه حوادث احتمالی در این منطقه ارائه نکردند. شب قبل نیز مردم در قسمتی از تهران شاهد چنین صحنه هایی بودند. طی روزهای آتی تصاویر ماهواره صحت ماجرا را روشن می کند. لشکرکشی و حمله نیروی انتظامی و یگان ویژه به کارگران اعتصابی معدن زرند کرمان و خانواده ها. پاشیدن آب بر سر زن و بچه های کارگران. ده ها کارگر معدن در زرند کرمان از یک هفته گذشته در اعتراض به دست پایین و تبعیض میان کارگران معادن نیمه دولتی و خصوصی تولید را متوقف کردند و در اعتصاب سر میبرند. حقوق اغلب این کارگران بین 3 تا 5 میلیون تومان است و سوابق کاری آنها بین 5 تا 15 سال است. با این حال این گروه از کارگران در مقایسه با همکاران خود در معادن بخش نیمه دولتی حقوق به مراتب کمتری دریافت می کنند. این در حالی است که به گفته کارگران حق تونل، حق سختی کار و ضرر و زیان جسمی ناشی از کار در معدن به کارگران بخش نیمه دولتی تعلق می گیرد. اما کارگران معادن خصوصی از آن بی اند. علاوه بر همسانسازی حقوق و مزایا پرداخت به موقع بیمه ها و اجرای طرح طبقه بندی مشاغل مطابق با شرکت معادن زغال سنگ کرمان از خواسته های آنان است. با افزایش تنش میان ایران و جمهوری آذربایجان تهدیدات نظامی و ادعاهای ارزی علیه باکو در تهران رونق گرفت. تنش میان ایران و جمهوری آذربایجان که با اعلام رزمایش ارتش ایران در کنار مرزهای میان دو کشور افزایش یافته بود با اظهارات الهام علیوف و واکنش های تند تهران زبانی بیشتری کشید و شماری از مسئولان ایرانی به ویژه نمایندگان مجلس تهدید به بازگرداندن نخجوان و غرباغ به ایران کرده و از باکو خواستند به مادر خود ایران خیانت نکند. جمهوری اسلامی ایران هنگامی که در نبردهای اخیر میان جمهوری آذربایجان و ارمنستان آشکارا به حمایت از باکو پرداخت از نتایج آن قافل مانده بود آنچه امروز خشم ایران را برانگیخته حاصل عملیاتی است که یک سال پیش از آن حمایت کرد هنگامی که جمهوری آذربایجان پس از ماهها تنش و رخنه در مرز میان خود و جمهوری قرهباغ اولیا که اکثر جمعیت ساکن آن را ارامنه تشکیل میدهند روز 27 سپتامبر سال گذشته با برخورداری از حما حمایت ترکیه تهاجم زمینی گسترده ای را علیه این سرزمین آغاز کرد ایران نیز که تا آن هنگام رسما از هیچ یک از طرفین پشتیبانی نمی کرد و خواستار حل و فصل مسائل از طریق شیوه های دیپلماتیک بود سنت سی ساله خود را در این زمینه با سخنان علی خامنه ای به ناگهان کنار گذاشت و به حمایت از آذربایجان پرداخت رهبر جمهوری اسلامی در سخنان 13 آبان خود گفت همه سرزمین های آذربایجان که به وسیله ارمنستان تصرف شده باید آزاد شود او آذربایجان را در این زمین دارای حق خواند و واگذاری منطقه قره به این کشور را یکی از شرایط اصلی کار دانست هنگامی که جنگ میان آذربایجان و ارمنستان که به نام جنگ دوم قرهباغ یا جنگ 44 روزه شهرت یافته پایان گرفت با به دلیل اشغال یا بازپس گرفتن سه سر سرزمینی که تا آن هنگام در اختیار ایروان بود بر بخشی از راهی که از ایران به ارمنستان میرود حاکمیت یافت از همین رو های ایرانی که پیش از آن آزادانه در این راه رفت آمد می کردند، اینک برای گذر از این راه در فاصله شهرهای قاپان و گوریس نیازمند روادید و ملزم به پرداخت مالیات هستند. بازداشت اخیر دو کامیونران ایرانی در آذربایجان در همین راستا صورت گرفت. افزون بر این آذربایجان که تا پیش از جنگ اخیر با ارمنستان برای دست یافتن به جمهوری خود مختار نخجوان نیازمند گذار از خاک ایران بود، بر پایه توافق آتش میان باکو و ایران دالان گذار در این منطقه برای عبور در اختیار دارد و دیگر به این منظور نیازمند ایران نیست. روزنامه جمهوری اسلامی روز شنبه با اشاره به حمایت ایران از آذربایجان در دوره جنگ میان این کشور و ارمنستان نوشت با اینکه جمهوری اسلامی در جنگ قره نسبت به جمهوری آذربایجان نظر مثبتی داشت متاسفانه مسئولان این جمهوری نمک نشناسی کرده و در صدد سوء استفاده در مرزهای شمال غرب کشورمان هستند به نوشته این روزنامه ترکیه پاکستان آذربایجان و روسیه در حال سوء استفاده از جنگ قره هستند و میخواهند جمهوری اسلامی را از امتیاز داری، از راه ارتباطی بین جمهوری آذربایجان و ارمنستان و ترکیه محروم کنند و با جابجایی‌های های مورد نظر خود بدون آن که نیازی به خاک ایران داشته باشند ارتباط میان مسکو و آنکارا را از داخل سرزمین های مورد منازعه برقرار نمایند. خیانت آذربایجان به مادر خود ایران علی متحری نایب رئیس پیشین مجلس شورای اسلامی ایران در توییتی که روز جمعه ارسال داشت با همین نگرش تاکید کرد که ایران باید در مقابل طرح خائنانه جمهوری آذربایجان و ترکیه و اسرائیل مبنی بر ایجاد دالان زنگ زور که مرز ارمنستان با ایران را از بین میبرد و یکی از راههای ایران به اروپا را مسدود می کند. به هر قیمتی بیستد جمهوری آذربایجان به جای خیانت به مادر خود ایران بهتر است به دامان مادرش بازگردد و گرنه همان درسی را که صدام گرفت دریافت خواهد کرد. سرتیب کیومرس هیدری فرماندهی نیروی زمینی ارتش جمهوری اسلامی ایران در حاشیه رزمایش خیبر در منطقه شمال غرب کشور تاکید کرد که تردد کامیون ها از خاک آذربایجان به جمهوری اسلامی ایران و از آنجا به ترکیه یا به نخجوان و یا از جمهوری اسلامی ایران به آذربایجان و ارمنستان باید در امنیت و آرامش کامل صورت بگیرد انتظار می رود کشورها در این رابطه به مسئولیت خودشان که احترام به امنیت و مسیرهای اقتصادی و انتقال انرژی است توجه کنند و از بازی های خود را دور کنند. محمود احمدی عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس در توییتی تهدید کرد که در صورت استمرار ماجراجویی ترکیه و رفتار ناشیانه جمهوری آذربایجان نخجوان و قرباق را به ایران همان سرزمین اصلی آنها باز میگردانیم مهداد گودرزی نماینده رودبار نیز رزمایش خیبر را آخرین فرصت به دولت آذربایجان برای فهم قدرت ایران در خصوص مرزهای بین المللی خود دانست رهبر جمهوری اسلامی ایران که گمان میبرد با حمایت از آذربایجان راه نفوذ مذهبی خود بر مردم آذری زبان شیعه این کشور را میگشاید با صد الهامنیوف که او نیز با دست آهنین کشور خود را اداره می کند روبرو و دست رد جمهوری آذربایجان که مناسبات نزدیک و همکاری های نظامی با اسرائیل دارد بر سینه همسایه خود اگر تا پیش از این برای ایران ناخرسند کننده بوده اینک با افزایش گسترده تنش میان تهران و تل دیگر برای مقامات جمهوری اسلامی غیر قابل تحمل شده و از همین رو مقامات ایران در هشدارهای خود آشکارا اسرائیل را هدف گرفتند. نگرانی از حضور اسرائیل در همسایگی ایران در این زمینه فرمانده نیروی زمینی ارتش ایران تاکید کرد از موقعی که رژیم صهیونیستی آمده حساسیت ما به مرز شمال غرب افزایش یافته و فعالیت آنها در اینجا کاملا در رصد ماست معاون پارلمانی رئیس جمهوری سید محمد محمد حسینی نیز در توییتی رزمایش فاتحان خیبر را هشداری به اسرائیل دانست و نوشت عنوان رزمایش ارتش کاملا هوشمندانه انتخاب شده پیامبر اکرم توطعه سران یهود را با فتح خیبر خونسا کرد رزمایش فاتحان خیبر نیز هشداری به رژیم صهیونیستی است که اگر پیرامون مرزهای جمهوری اسلامی ایران دست از پا خطا کنند با چنان واکنش کوبندهای مواجه می شود که دیگر به انتظار 25 ساله نیازی نیست وحید جلالزاده رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی مخاطب اصلی رزمایش ارتش حزب الله را نه جمهوری آذربایجان بلکه صهیونیست دانست سید محسن دهنوی عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی به مقامات جمهوری آذربایجان توصیه کرد معنای رزمایش فاتحان خیبر را بفهمند تا با تناب پوسیده ی اسرائیل به قعر چاه دشمنی با ایران نرود به گفته او آمریکا و اسرائیل برای ایجاد تغییرات ژئوپلیتیک به ضرر ایران و روسیه الهام را وارد سناریوی خطرناکی کردند. او با اشاره آشکار به غزوه خیبر هشدار داد که رزمایش فاتحان خیبر می تواند به عملیات فتح خیبر تبدیل شود. جلال رشیدی کوچی نماینده مرودش نیز نوشت صبر استراتژیک نظام قدرتمند جمهوری اسلامی ایران حدی دارد. دشمنان خار و زبون که در ازهان مشوش خود خیالات مهم می بدانند با که هر گلوله به سمت ایران اسمی یا متحدانش یک موشک سهم آنها و موشک دوم سهم تلاویف و حیفا خواهد شد. شک نکنید. نمایندگان دیگری نیز چنان که از مرکز واحدی هدایت شده باشند همین گونه واکنش ها را تکرار کردند به رغم همه این اظهارات و شنیده نشدن سخنی که آرامش بخواند بسیار بعید به نظر میرسد که تنش میان ایران و آذربایجان به یک درگیری جدی بدل شود گاف صدا و سیما موقع اعلام خبر قهرمانی کامران قاسمپور در شبکه اول سیما با نمایش پرچم شیر و خوشید. یک خبر خوش ورزشی رو اعلام کنم که کامران قاسمپور در مسابقات کشتی نروژ در وزن 92 کیلوگرم همطور که تصاویر رو هم مشاهده می کنید بر حریف روس خود قلبه کرد و به مدال طلا دست یافت و قهرمان شد و ایران سومین مدال طلا رو هم خدا رو شکر کسب کرد کامران قاسمپور در فینال وزن 92 کیلوگرم کشتی آزاد قهرمانی جهان در نروژ مقابل قربانوف قهرمان اروپا از روسیه پیروز شد. صدا و رسمی رژیم ایران هنگام اعلام خبر قهرمانی این کشتیگیر ایرانی لحظاتی پرچم شیر و خورشید را به نمایش درآورد که با واکنش های گسترده در شبکه های اجتماعی همراه شد. قاسمپور در دیدار نیمه نهایی هم عمل کرده درخشانی داشت. او در آن مسابقه مقابل دارنده ی مدال های طلای جهان و برونز المپیک از آمریکا روی تشک رفت. قاسمپور در پایان این مبارزه سخت با نتیجه ی سه بر سه و با توجه به اختار بیشتر حریف قدرتمند آمریکایی به برتری رسید و راهی فینال شد. پیش از این هیچ کشتیگیر ایرانی نتوانسته بود مقابل کاکس پیروز شود.